بگید بسم الله الرحمن الرحیم در برابر هر حرف، هر حرف نه هر کلمه، وقتی گفتی بسم الله در برابر بای بسم الله 10 تا ثوابه، در برابر سینش هم 10 تا و در برابر میمش هم 10 تا. بسم که گفتید خدا 30 تا ثواب برات مینویسه. شما یک جز که میخونی چند تا حرف خدا میدونه؟ هر حرف 10 برابر. خدا آسون کرده یا نه؟ ما روزی 5 بار نماز میخونیم، خدا در میزان و ترازومون اونجا پای حسابمون میزنه 50 نماز. آیا خدا آسان کرده یا نه؟ خدا خیلی در حقمون لطف کرده، ما یه مقدار تلاش بکنیم. حالا اگر یه وقتی زحمت هم هست، ما اینطوری تصور بکنیم میخوایم بهشت از خدا بخریم، اون بهشتی که انسان به مانند اون ندیده و نشنیده و نه در ذهن انسان وصف اون نیومده و نمیاد و نمیتونه بیاد، اونم برای همیشه، اونم در جوار خدا که وقتی مؤمنین وارد بهشت میشون خداوند اعلان میکنه دیگه مرگ نیست تو بهشت، دیگه من الله بر شما خشم نمیگیرم، همیشه از شما راضیم. آدم چیزی بهتر از این نمیخواد که احساس بکنه خدا همیشه ازش راضیه. وقتی خدا راضی باشه دیگه هیچ مشکلی دیگه نیست، هر چی میخواهید بخورید و بنوشید و کیف بکنید. حالا ما چند روزی در این دنیا میخوایم بها و قیمت بهشت رو بدیم و از خدا بهشت بخریم. پس بهشت خریدن با آرزو نیست که آدم فقط تمنا بکنه خدایا من بهشت میخوام، اما وقتی نگاه بکنید راه بهشت در پیش نگرفته، تلاش نمیکنه. خدا وقتی که از بهشتیان و اونهایی که اهل بهشتن و راه بهشت در پیش گرفتن به عنوان مثال میگه، میگه کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اونایی که بهشتیان، اونایی که طالب بهشتن، خواب از چشماشون میگیره این طلب، نمیتونن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، شبها کم میخوابیدن. و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در سحرگاهان بعد از این که نماز و خوندن، رکوع، سجود، قیام در دل شب تهجد کردن، به وقت سحر که رسیدن آخر شب زار زار گریه میکنن که گویا در طول شب در غفلت و گناه بودن. نخیر، در طاعت و بندگی بودن، اما بازم اینگونه استغفار میکنن. و از اون طرف هم مال و اموالی که خدا بهشون داده سهم و شریک میدونن، فقرا، مساکین، درماندگان، همه اینا برای اینه که قیمت بهشت میخوان بدن، تأمین بکنن، آماده بکنن که خدای ما بهشت میخواد. بله، مشخص میشه ما بهشت میخوام یا نه. ماه رمضان رسیده، اگر در ماه رمضان بازم غفلت، بازم به هدر دادن وقت، بازم همون جلسات غیبت و نمیدونم تا دل شب پای فیلم نشستند و روزها تا کله ظهر خوابیدن، نه تلاوت قرآن، نه نماز اونچنانی، نه ورد و ذکر، نه دعا، همون آش و همون کاسه. فقط ما در ماه رمضان یه روزه ای داریم و بس. تفاوت رمضان با غیر رمضان در همین روزه هست، اما باقی عبادات مثل قبل، همون جلسات، همون غیبت ها، همون شوخی ها و همون مسخره ها، نه گریه ای، نه التماسی، نه دعایی، نه تلاوت قرآنی، نه صدقه ای. پس بدانیم که ما غافلیم، ما حقیقتا فقط به زبان ادعا داریم که بهش میخوایم. بهش که به همینطوری مفت و مجانی با آدم نمیدن که، قیمتشو باید داد. اگر اینطوری باشه پس اونهایی که مال و جان میدن، اونهایی که این همه تلاش میکنن، با اونهایی که اهل غفلتن مساویان. افنجعل المسلمین کالمجرمین مالکم کیف تحکمون، آیا ما بندگان مسلمونمون به مانند اون بندگان غافل گناهکار یکسان قرار میدیم؟ چتون شده چگونه داوری میکنید و قضاوت میکنید؟ فرق است میان اون مؤمن و مسلمون، اون مؤمن و مسلمونی که بالاخص در این ماه رمضان این گونه تلاش میکنه. این که انشاءالله دقت بکنیم، از لحظات این ماه 1/10 گذشت، یعنی 1/3 رمضان گذشت، و یقین داریم هم و میدونیم این که دست ما نیست. ما نمیتونیم بگیم حالا ای رمضان منتظر ما باش، نخیر، ما بایستی دریابیم، فرصت ها رو از دست ندیم، بیشتر دقت بکنیم. اگر دقت کردیم روز به روز بر تلاشمون و دقتمون بیفزاییم. ما داریم به استقبال کم کم دهه آخر میریم، الان دهه دوم شروع شده، یعنی 10 شب و 10 روز آخر که دیگه همه تون میدونید دهه آخر پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام اصلا شب نمیخوابیدن، شب رو زنده میکردن، کمر همت رو میبستن به قیام، به نماز، اهل و خانواده رو بیدار میکردن، به زنا بیدار میکردن، میفرمودن که دیگه بیدار شید، وقت خوابیدن نیست، وقت تلاش هست، وقت همت هست. و میفرمودن در اون دل 10 شب به صلاح شب قدر، و اگر کسی از شب قدر محروم بشود، این دیگه محرومترین انسانه، بدبختترین انسانه که دیگه شب قدر رو در نیابد. چطوری در نمیابه؟ خب وقتی شب قدر 10 شبش با
خوردن و نوشیدن و فیلم و مسخره و بعضی هم حضور در بازار تا دل شب، شب قد تو بازار با آدم میدن. بگید به همسایه هاتون، به رفقاتون، به دوستاتون، به خیشاونداتون، متاسفانه ده شب آخر که شد دیگه بازار جا نیست. این دیگه خیلی خطرناکه، این نهایت غفلته. یعنی اینقدر ما دنیا برامون ارزش داره که ده شب آخر که یک شب شب قدره آدم تو بازار باشه، که خدا بنویسه براش بیشتر از هزار ماه تو بازار بوده. خوبه؟ بیشتر از هزار ماه کجا بوده؟ در بازار بوده، چون شب قدر از هزار ماه بهتره دیگه. یعنی جای آدم مسلمون تو بازار در شب قدر. خیلی هم میان برای گردش و تفریح در شبهای رمضان قدم میزنن، همینطوری گردشگاهشون شده. بگید به دیگران که نمیدونن، غافلن. پیامبر فرمودن علیه السلام بهترین مکان در روی زمین مساجده و مبغوزترین اماکن بازاره. نه اینکه حالا اونایی که کار دارن بلخص مردان نرن، حالا مگر یه وقتی نهایتاً کار داریم، یه چیزی داریم، میتونن مردا برای خونه و زندگی بیارن. حالا دیگه شبهای آخر رمضان آدم خودشو به بازار بزنه، شلوغ بکنه که چی؟ اینه که انشالله خودمون آماده بکنیم بریم به استقبال شب قدر و از همین الان شروع بکنیم به التماس و دعا و ورد و ذکر و عبادت و صدقه کردن و سعی بکنیم که دعاهامون بر مبنای اون آداب و دستورات پیغمبر باشه علیه الصلاه و السلام، که یقین داشته باشیم که خدا میپذیرد و اصرار بکنیم بر اونچه که میطلبیم. یه حاجتی داریم، نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار، ول نکن. یه وقتی خدا امتحان میکنه تو رو. پیامبر فرمودن علیه السلام خدا دعا رو میپذیره تا اینکه عجله نکردید. اگر عجله کردید نه. گفتن عجله به چه صورته؟ فرمودن یه بار دو بار یه چیز از خدا میخوای، بعد نتیجه شو نمیبینید، بگید هایی چند بار دعا کردم خدا بهم نداد، دست از دعا بر میدارید. این عجله کردنه. وقتی مؤمن و مسلمون نگاه کنید، ما در برابر دعا کردن بی بهره نمیشویم. پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام مؤمنی که دعا میکنه یکی از این سه بهره گیرش میاد، سه چیزی که یکی از این سه چیز گیرمون میاد، یا خداوند اون حاجتی که میطلبیم بهمون میده، یا اینکه یک مشکل و بلایی که بر سر راه ما نمیدونیم از ما دور میکنه. ما مثلا دعا میکنیم خدا یا فلان مشکل داریم، فلان گرفتاری داریم، مشکلمون رو برطرف بکن. یه بلا و مصیبتی در راه ما نمیبینیم، خدا میدونه و میبینه، همون به خاطر این دعا از ما دفع میکنه. یا اینکه نه این و نه آن، خدا همه میگذاره به روز قیامت، مشکلات و گرفتاری های و صحنه های پرپیچ و خم قیامت برای ما اونجا حل میکنه. پس ما هر دعایی بکنیم، دست و بالا ببریم، خدا ما رو بی بهره نمیگذاره، بی بهره نمیشیم. لذا دعا بکن، عبادت اصلا بندگیه، ولی با قلبی پاک. نه اینکه دستمون رو بالاست به سوی خدا، اما خدایی که نگاه به دل هاست، قبل از اینکه به دستمون نگاه بکنه دل پر از بغض است، پر از کینه، حقد و حسد، محبت دنیا، سنگدلی، رنگ و ریا، نیت های بد نسبت به مسلمان، تصمیم بد. زندگیمون پر از نمامی و فتنه است، ضربه زدن به دیگران، لقمه حرام، مال حرام، فرشی که برش زندگی میکنه حرامه، لباس تنش حرامه، خوردنوشش حرامه. فانا یستجاب له، فرمودن آدم غریبهی دست و بلند میکنه به سوی آسمان، یارب و یارب میزنه، اما چطوری خدا ازش قبول بکنه؟ غذاش حرامه، نوشیدنش حرامه، لباسش حرامه، با حرام پرورش یافته بزرگ شده، چطوری خدا از این بنده خدا دعا قبول بکنه؟ سر تا پا تو حرامه. لذا اگر به کسی ظلم کردیم، حلالی به طلبیم، دلمون رو پاک بکنیم، زمینه رو آماده بکنیم. شما زمین رو نگاه بکنید، وقتی بارون میباره، اگر زمین آماده نکنیم برای شخم، برای کشاورزی و کشت و کار، زمین آماده نشه، باران هر چی بباره تأثیر نمیگذاره. دل رو آماده بکنیم، خودمون رو در این ماه عظیم که داره بارون رحمت میباره آماده بکنیم. پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام وقتی خدا در روز پنجشنبه دوشنبه به بندگانش نظر میندازه و به اعمالشون، میگه این دو نفری که از هم دیگه قهرن، ولشون بکنید، حتی خدا بهشون نگاه هم نمیکنه، قهرن تا اینکه صلح بکنن. اینه که انشالله دقت بکنیم در دعاهامون، رحم بکنیم به دیگرات، خدا به ما رحم بکنه. ماه رمضان هست، به همسایه فقیرمون، به یتیم، بیوه زن، مریض است، مشکل داره، کسی گرفتاره، ما دنبال باشیم. اینا در بهشتن، فقیر و فقرا که نیاز دارن به پولدارا، در بهشت فقیر برای پولدار. پس خود پولدار دنبال در بهشت باشه.
خیلی جالبه که اگر یک مسلمون با سوال و بررسی یک فقیر و مسکین مسلمونی رو پیدا بکنه که هم محتاجه و هم روش نمیشه که پیش کسی بره، این خیلی ثواب داره که ما دنبال باشیم بعد برسیم به یک نفری که محتاجه.